با درود و سلام بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهبهانی عزیز و تشکر از ایشون که این افتخار رو به من میدن که با شما همیهنان عزیز یک بار دیگه رو در رو صحبت کنم. عرض کنم حضورتون امروز سه‌شنبه 19 تیر ماه 1397 مطابق با 10 ژوئیه 2018 415مین برنامه از 9مین سال شروع این برنامه رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم شروع میکنیم. عرض کنم در برنامه قبلی یک اشتباه داشتم و گفتم که بازی ایران با برزیل بوده که من اشتباه کردم، بازی ایران با پرتغال بوده. این رو دوستی یادآوری کرد و از ایشون خیلی متشکرم. خدمت شما همیهنان عزیز عرض کنم که ماه جولای این قسمت رو از شهروند جولای 2006 جولای 2017 برای شما کپی کردم و میخونم. نوشته ماه جولای مصادف است با سالگرد شهادت حضرت باب در تبریز. حضرت باب که بنیانگذار دیانت بابی بود، مدت کوتاهی بعد از آن که نظرات انقلابیش را اظهار کرد، دستگیر، زندانی، تبعید و تیرباران گردید و به همین مناسبت نگاهی به رسالت حضرت باب، محاکمه و شهادت ایشان می‌اندازیم. سید علی محمد ملقب به باب در سال 1844 میلادی در شهر شیراز ادعای خود را مطرح نمود. این مدعیات خیلی زود سراسر ایران و حتی عراق را تحت تأثیر خود قرار داد. پیروان باب به صورت تصاعدی در مدت کوتاهی گسترش پیدا کردند، به حدی که علمای شیعه و سردمداران قاجار نمی توانستند این حرکت را نادیده بگیرند. حضرت باب نیز ابتدا زندانی و شکنجه شد و سپس چندین مرحله تبعید و در آخر به قلعه ماکو دورافتاده ترین نقطه ایران فرستاده شد. این زجر و تبعید و آزار نه در مدعیات باب تغییری ایجاد کرد و نه از شور و شوق پیروان باب کاست. معتقدات باب در تیره ترین دوران جهل اجتماعی و فرهنگی ایران بسیار نو و انقلابی بود و طبیعی است که با مخالفت و اعتراض و سوء ظن به این مدعیات نگریسته میشد. هر حرکتی که اندک رنگ و بوی تغییر داشت نوعی انقلاب تلقی میشد تا چه رسد به نظرات انقلابی باب درباره حیات اجتماعی مردم. این معتقدات باب فقط محدود به تحولات اجتماعی از قبیل ضرورت حکومت شورایی و مشروطه و رجاع به آرای عمومی نبود که اسباب نگرانی شد. نظرات باب در مورد امور دینی نیز مخالفت شدید روحانی شیعه را در پی داشت. حضرت باب با ادعای قائمیت از یک سو و با نفی هر گونه طبقه روحانیت و مرجعیت از سوی دیگر با قدرت تمام رویاروی علمای شیعه ایستاد. اما مخالفت‌ها منحصر به این دو مطلب نبود. سایر عقاید باب هم با نظرات روحانیون تفاوت‌های جدی داشت. عقایدی از قبیل برابری حقوق زن و مرد، ضرورت آموزش و پرورش مدرن، نگاه استعلایی یعنی عالی شدن به موسیقی و حتی نزول آیات به زبان فارسی فقط برخی عقاید کفرآمیز باب تلقی شدند. برای همین روحانیون و رهبران سیاسی قاجار که هر دو موقعیت خود را متزلل می‌دیدند، دست به دست هم دادند تا آتش این حرکت روحانی را خاموش کنند و از تنها راهی که بلد بودند اقدام کردند. شور و شوق پیروان باب به حدی بود که نبرد با آنها فایده‌ای نکرد و تنها یک راه به ذهن می رسید: محاکمه و اعدام باب. بنابراین باب به تبریز احضار شد و در مجلسی با حضور ولیعهد و بزرگان علمای شیعه محاکمه گردید. مهمترین نکته‌ای که با تایید مورخین به چشم می‌خورد شباهت بیحد محاکمه باب در مجلس ولیعهد با حضور قضات روحانی شیعه و محاکمه عیسی مسیح در حضور هرودس حکمران ناصریه با حضور علمای یهود میباشد. در هر دو محاکمه قدرت سیاسی و مذهبی که منافع متفاوتی و حتی متضادی داشتند بر سر یک موضوع ائتلاف میکنند. در هر دو محاکمه متهمین ابتدا به تنبیه و آزار جسمی محکوم میشوند. مسیح را شلاق میزنند و باب را فلک کرده چوبکاری میکنند و در نهایت در هر دو مورد حکم اعدام صادر و اجرا میشود. تاریخ نویسان درباری ادعا میکنند که باب پس از محاکمه توبه نامه ای نوشته که در کتابخانه مجلس نگهداری میشده ولی مفقود گردیده. بابیان و بهائیان قویاً اصل وجود این توبه نامه را رد میکنند و معتقدند در صورت توبه باب علت اعدام وی چه بوده است. سرانجام در ماه جولای 1850 سید باب تنها 6 سال بعد از اظهار مدعیاتش در سربازخانه تبریز به همراه یکی از پیروان فداییش به نام انیس تیرباران می شود. حکم اعدام باب به فتوای علما و تنفیذ امیر کبیر در مرحله اجرا در می آید. مأمورین حکومتی جسد باب و انیس را در خندق بیرون شهر می اندازند تا طعمه حیوانات شوند. چند نفر از پیروان از جان گذشته باب این اجساد را شبانه می‌ربایند و نهایتاً به فلسطین که در آن زمان تبعیدگاه بهائیان بود انتقال داده در شهر ایفا در دامنه کوه کرمل به خاک سپرده می‌شوند. به هر حال بهائیان در طی دوره‌های مختلف مدفن باب را که آن را مقام اعلی می‌نامند تزیین و تکمیل کردند به صورتی که امروز شامل ساختمان زیبا و ظریف با گنبدی طلایی و باغ‌های منظم در طول و عرض کوه کرمل می‌باشد. این مجموعه باغ‌ها که بین ساکنان محلی به باغ‌های ایرانی معروفند در سال 2008 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت گردید. شما میتونید روی گوگل بزنید و این مناظر بسیار زیبا رو ببینید. خب عرض کنم حضورتون قبل از اینکه به بانوان ایرانی برسیم یه چند کلمه میخوام خدمتتون عرض کنم. یک هموطن عزیزی که از دوستداران میهن تیوی و برنامه من زنگ زد و گله داشت که چرا برنامه من هفته گذشته 12 دقیقه زودتر تمام شده و بنده به ایشان و بینندگان برنامه بدهکارم. عرض کنم من ترجیح میدم که به بینندگان عزیز بدهکار باشم تا اینکه از اونا طلبکار باشم. بعد یک هموطن عزیزی نوشته از خشکی چشم رنج میبرم. خدمتشون ایشون عرض کنم چشم در برنامه آینده مختصری راجع به این مسئله صحبت میکنم و اولین چیزی که خدمت ایشون عرض میکنم اینه که به چشم پزشک یا اپتیسین، ما اینجا تو ایران چشم پزشک و اپتیسین یکی بود، یعنی متخصص چشم هم جراحی میکرد هم دارو میداد هم نمره عینک میداد. اون 50 سال پیش که من ایران بودم. اینجا در اینجا و آمریکا اینجوری نیست. اینجا اپتیسین کسیه که عینک به شما میده ولی خب چشمم معاینه میکنه و متخصص چشم دیدنش در شهر ما که متخصص چشم دیدنش کار حضرت پیره. در صورت بهشون پیشنهاد میکنن به اپتیسین در مرحله اول و بعد با یه متخصص چشم تماس میگیرن ببینن علتش چیه. ولی در برنامه آینده مختصری در این باره عرض خواهم کرد. اینجوری بهتره چون ایشون مجبور میشن برنامه آینده منم ببینن و یکی به بیننده‌های من اضافه بشه. یه هموطن عزیزی هم امروز پیام فرستاده که مشکل چشمی داره، ماکولر اشکال چشمی مهم داره. اینم هفته آینده اگر زنده بودیم انشاءالله در این باره صحبت خواهم کرد. یه چند تا مسئله دیگه هست که اون اگر وقت بود آخر برنامه میگم، نبود که انشاءالله برنامه بعد بریم با ایرانیان و دستاورده هایشان. بانویی که معرفی میکنیم اسمش هست پریسا تبریز. این در شماره 28 ژوئن 2018 مجله شهروند که در تورنتو و دالاس منتشر میشه چاپ شده و این خانم پریسا تبریز لقبی که داره لقب شاهزاده امنیت در گوگل. خب اون قسمت اول که همیشه نوشته که شهروند و معرفی ایرانیان موفق و دستاوردهایشون میپردازه، از اون قسمت میگذریم، اسامی گذشته رو نمیخونیم، میریم سر برنامه این هفته. نوشته این هفته با پریسا تبریز مدیر امنیت گوگل آشنا میشویم. پریسا تبریز متولد 1983 فرزند یک پزشک ایرانی و پرستاری لهستانی و بزرگ شده شیکاگوست. او بعد از فوق لیسانس خود از دانشگاه ایلینوی در سال 2007 به استخدام گوگل درآمد و در کارش چنان موفق شد که مدیر امنیت گوگل شد. در واقع پریسا تبریز پدیده غیرعادی در سیلیکون ولی و دنیای فناوری است. نخست آنکه او یک زن است و در دنیای فناوری زنان تاکنون حضور پررنگی ندارند و دیگر آنکه سرپرست و فرمانده تیمی چند ده نفره از بزرگترین متخصصان امنیتی در اروپا و آمریکاست و به همین دلیل است که او توانسته برای خود عنوان شاهزاده امنیت را انتخاب کند. او میگوید میدانم که عنوان مهندس امنیت برای بسیاری خسته کننده و تکراری است و در نتیجه لقب امنیت چیزی جدید و غریب و جالب توجهی است. او درباره حضور زنان در عرصه فناوری میگوید، ببینیم عکسش رو پیدا کنیم، ببینیم عکس بانو رو بذاریم به شما نشون بدیم. بله، او درباره حضور زنان در عرصه فناوری میگوید 50 سال پیش شمار زنان شاغل در عرصه پزشکی و حقوق تقریبا برابر بود. خوشبختانه اکنون این موضوع به دنیای فناوری نیز به تدریج سرایت می‌کند. پریسا تبریز که مثل بسیاری از جوانان در انتخاب راه و کار مردد هستند، پس بعد از انجام چند آزمون در مدرسه به این نتیجه رسید که باید افسر پلیس شود که البته این نتیجه برایش خنده‌دار بود، اما واقعیت این است که شغل کنونیش نیز به نوعی حفاظت از افراد است. کار او هک کردن سیستم ها و سرویس های گوگل به عنوان یک هکر کلاه سفید است و در خط مقدم جبهه گوگل علیه هکرهای مجرم یا کلاه سیاه مشغول مبارزه سایبری است. او به عنوان یک هکر کلاه سفید، کار او هک کردن سیستم ها و کارمندان گوگل است تا به این طریق از راهیابی هکرهای کلاه سیاه یا مجرمان سایبری به سیستم امنیتی گوگل جلوگیری کند. کار او و تیم همراهش نجات تقریباً بیش از 1 میلیارد کاربر گوگل کروم است که جزو پرمخاطبترین و محبوبترین مرورگرهای کنونی است. ببخشید دستمون عوض کنیم. بله این پریسا تبریز همه چیز را زیر نظر دارد، از فعالیت هکرهای مجرم برای دزدی اطلاعات بانکی افراد تا فعالیت‌های گروه‌هایی همچون انونیموس و حتی کسانی که در پی هک کردن و از کار انداختن سیستم جیمیل هستند. توانایی خارق‌العاده او برای نفوذ به ذهن هکرهای مجرم منجر به آن شده که مجوز حضور سایر مهندسان در بخش امنیت گوگل را او صادر کند. در واقع این تیم پریسا تبریز بود که در سال 2011 متوجه هک شدن شرکت امنیتی دیجی نوتار شدند. این امر منجر به خطر افتادن صدها هزار حساب جیمیل کاربران ایرانی شده بود. پریسا تبریز برای برطرف شدن شکاف جنسیتی در زمینه فناوری پیشنهاد می‌کند سخت افزارها و نرم افزارهایی متناسب با زنها تهیه شوند. او میگوید گوشی‌های موبایلی که این روزها هر روز صفحه نمایششان بزرگ می‌شود متناسب با لباس خانم‌ها طراحی نشده‌اند و نمی‌توانند مثل آقایان آنها را به راحتی در جیب بگذارند، در جیب خود بگذارند. چه اشکالی دارد هنگام طراحی لباس‌های خانم‌ها امکان تعبیه بعضی از تراشه‌ها در آنها فراهم شود. البته قسمتی از مسئله شکاف جنسیتی هم به ذهنیت خود خانم‌ها برمی‌گردد. بر اساس یک تحقیق داخلی در گوگل مشخص شد که خانم‌ها 20% کمتر از آقایان همتای خودشان را نامزد تصدی مسئولیت‌ها می‌کنند. از زمانی که نتایج این تحقیق منتشر شده است، میزان مسئولیت پذیری خانم‌ها در گوگل بیشتر شده است. بخش دیگر مشکل هم این است که از همان ابتدا خانم‌های کمتری وارد رشته‌های علوم کامپیوتر و برخی از رشته‌های مهندسی می‌شوند. او که دو برادر کوچکتر از خود دارد می‌گوید تا وقتی که کوچک بودند در هر مسابقه با آنها پیروز می‌شدند، اما وقتی بزرگتر شدند آنها از من جلو می‌زدند و آنجا بود که به فکر افتادم از طریق دیگری در میدان مبارزه پیروز شوم. ورزش مورد علاقه پریسا صخره‌نوردی کوهپیمایی چند مایل آنسوتر از ساختمان گوگل باشگاهی وجود دارد که او در آنجا به این ورزش می‌پردازد. هر بار 3-4 طبقه بالا می رود و آرامش پیدا می کند. درود به این بانوی بزرگوار. خب عرض کنم حضورتون برنامه بهداشتی امروزمون درباره کهیره. بله، کهیر رو به فرانسهش میگن اورتیکر، چون شبیه وقتی که دست آدم یا صورت آدم کهیر بزنه مثل این میمونی که گزنه نیش زده و چون گزنه رو به فرانسهش میگن اورتی، کهیر رو بهش میگن اورتیکر. حالا چگونه یک حمله کهیر رو بشناسیم؟ اصلا کهیر چی هست؟ کهیر نوعی از بصورات پوستی است که با خارش و تولید پلاک های قرمز رنگ برجسته که شباهت زیادی با اثر تماس پوست با گیاه گزنه داره، کهیر یک سمپتومه تا یک بیماری و علل زیادی میتونند باعث تولید اون باشند و دو نوع کهیر به طور کلی دیده میشوند. اول کهیر حاد که توسط یک یا چند حمله در طی چند دقیقه تا چند ساعت دیده میشه که امکان داره چندین بار در عرض روز دوباره تولید بشه، ولی پیشرفت آن کمتر از 6 هفته طول میکشه. منظورم از پیشرفت اینه که مدتی که میمونه یا میره و میاد کمتر از 6 هفته است. کهیر مزمن کهیری است که به صورت حملات روزانه و یا تقریبا روزانه دیده میشه و پیشرفت اون بیشتر از 6 هفته است، یعنی مدتی که طول میکشه بیشتر از 6 هفته است. وقتی که حملات کهیر تکراری ولی متداوم نیست بهش میگن کهیر تکراری. سمپتوم های حمله کهیر: در یک حمله کهیر موارد زیر دیده میشن: بصورات برجسته صورتی یا قرمز رنگ با اندازه های مختلف از چند میلیمتر تا چند سانتیمتر که در بیشتر موارد روی بازوها، ساق پا و یا قفسه سینه دیده میشن. بعد خارش که گاهی خیلی شدیده، بعد بعضی وقتها به صورت یک ورم یا خیز، بهش میگن آنژیودم، که بیشتر در صورت و دست و پا، یعنی اندام تحتانی، دست از اینجا تا نوک انگشتان، پا هم از لگن تا نوک انگشتان دیده میشه. به طور کلی ضایعات تولید شده بر اثر کهیر زودگذر هستند و چند دقیقه تا چند ساعت طول میکشند و ناگهانی از بین میروند بدون اینکه جای زخم باقی بگذارند. ولکن ضایعات دیگری میتوانند جایگزین شده و حمله بیماری میتواند چند روز طول بکشد. بعضی وقتها سمپتوم های دیگری هم همراه می شوند، مثل یک تب خفیف، دردهای شکمی یا مشکلات دستگاه گوارشی و دردهای مفصلی. چه کسانی در خطر مبتلا شدن هستند؟ همه افراد میتونن دچار کهیر بشن ولی بعضی عوامل یا بیماری ها می توانند باعث شروع اون بشن، مثل سکس یعنی جنس. خانم ها بیشتر دچار کهیر میشن تا آقایان. عوامل ژنتیکی: در بعضی مواقع کهیر در نزد شیرخواران یا کودکان جوان دیده می شود و چندین نفر در فامیل به آن دچارند که به آن کهیر سرد یا کهیر فامیلی میگن و یه اسم دیگرش هم هست سندروم موکل ویلز. غیر طبیعی بودن های خونی مثل کریوگلوبولینمی یا کمبود بعضی از آنزیم ها. یک آنزیمی هست به اسم C1 استوراز، کمبود این ممکنه باعث کهیر بشه. بعضی از بیماری های سیستماتیک مثل تیرویدیت اوتوایمیون، لوپوس، لنفوم در حدود 1% کهیرها همراه یک بیماری سیستماتیک هستند و در نتیجه سمپتوم های دیگری هم دارند. چه عواملی باعث تولید خطر میشن؟ خطر مبتلا شدن. عوامل مختلفی می توانند باعث شروع حمله کهیر و یا شدیدتر شدن آن بشوند. آنچه که از همه بیشتر دیده می شوند عبارتند از مصرف بعضی داروها، مصرف بالای خوراکی های سرشار از هیستامین یا آزاد کننده هیستامین، اینو بعداً عرض می‌کنم، و در معرض سرما یا گرما قرار گرفتن. حالا چه کسانی به حملات کهیری مبتلا می شوند؟ همونطور که عرض کردم همه افراد در هر سنی میتونند مبتلا بشند. به نظر میرسه که در حدود 20% از مردم حداقل یک بار در طول عمرشان به کهیر حاد دچار میشوند و بانوان بیشتر از آقایون. برعکس کهیر مزمن که بسیار نادر است 1 تا 5% مردم به آن دچار میشوند. در بیشتر موارد افرادی که از کهیر مزمن رنج میبرند چندین سال است که به آن مبتلا هستند. حدود 65% کهیرهای مزمن بیشتر از 12 ماه طول میکشد و 40% آنها کمتر از 10 سال. علل بیماری: مکانیزمی که باعث تولید کهیر می شود پیچیده و ناشناخته هستند و با اینکه یک حمله حاد کهیر در اغلب موارد بر اثر یک آلرژی تولید می شود، اغلب کهیرهای مزمن منشأ آلرژیکی ندارند. بعضی از سلولهای ماستوسیت که در دستگاه دفاعی فعال هستند در تولید کهیر دخالت دارند. در نزد افراد مبتلا ماستوسیت ها حساس ترند و فعالتر شده هیستامین آزاد می کنند که باعث حمله کهیر میشه و عکس العمل انفلاماتوار ناجور دارند. انواع مختلف کهیر: اول از همه کهیر حاد، مکانیزم تولید آن هنوز به خوبی مشخص نیست. میدانیم که عوامل محیط زیستی می توانند باعث تولید یا شدت آن بشوند. در حدود 75% موارد حمله کهیر حاد بر اثر عوامل مشخصی شروع میشه، مثل 1 در 30 تا 50% موارد عامل شروع حمله کهیر دارویی است. تقریبا هر دارویی میتونه عامل حمله بیماری باشه. میتونه بر اثر یک آنتیبیوتیک، یک داروی بیهوشی، آسپرین، یک آنتی انفلاماتوار غیر استروئیدی، یک دارو برای درمان فشار خون سرخرگی، یک محصول کنتراست یوددار، این بیشتر برای پرتوشناسی، برای رادیوگرافی به کار میره. مثلا اگه کسی از دستگاه ادراریش بخوان عکس بگیرن، یورگرافی روش تزریق میکنن، یا برای دستگاه برای کیسه صفرا و مجاریش محصول دیگری هست، برای عکس برداری از معده یا روده محصولات دیگری هست. اینا میتونن، یا محصولات یوددارش میتونه باعث آلرژی و کهیر بشه. همینطور مورفین، کدئین و سایر داروها. بعد مواد غذایی سرشار از هیستامین، مثل انواع پنیرها، کنسرو ماهی، سوسیسون، شاه ماهی دودی، گوجه فرنگی و مواد غذایی آزاد کننده هیستامین، مثل توت فرنگی، موز، آجیلها، شکلات، الکل، سفیده تخم مرغ، ماهیها، حیوانات دریایی، گوشت‌های پرورده، اینجا بهش میگن شارکوتری، یعنی مثل ژامبون، کالباس و تمام فک و فامیلاش. تماس با بعضی از محصولات مثل لاتکس و محصولات زیبایی یا حیوانات و گیاهان. در معرض سرما قرار گرفتن، در معرض گرما بودن یا در آفتاب ماندن، فشار یا مالش بر روی پوست، نیش حشره، یک عفونت داخلی مثل عفونت به هلیکوباکتری پیلوری، هپاتیت ب یا انواع مشابه، این مسئله کاملا روشن نیست و مطالعاتی که انجام شده نتایج مثبت و منفی داشته. بعضی مطالعات نفی کرده و بعضی مطالعات اثبات کرده. بعد استرس احساسی، یعنی مثلا طرف عاشق شده یا مثلا طلاق گرفته یا کارش از دست داده، این استرس های احساسی. و بالاخره ورزش های سنگین و طولانی. کهیر مزمن هم میتونه بر اثر یکی از عوامل گفته شده بالا شروع بشه، ولی در 70% موارد اگر هیچ عاملی برای اون پیدا نشه بهش میگن کهیرهای ایدیوپاتیک. پیشرفت بیماری و اشکالاتی که ممکنه تولید کنه. کهیر یک بیماری خوشخیمه، ولی میتونه آثار بد مهمی در زندگی بیمار داشته باشه، مخصوصا اگر مزمن باشه. بعضی از انواع کهیرها میتونن نگران کننده باشن. کهیرها ممکن است سطحی یا عمیق باشن. اگر از نوع عمیق باشند متورم هستند و تولید درد در پوست یا مخاط می کنند. این گونه کهیرها معمولاً در صورت و دست و پا دیده می شوند. اگر این تورم یا خیز در حنجره تولید شود، بهش میگن، به فرانسه بهش میگن ادم د کیک. ممکنه زندگی شخص در خطر باشه، زیرا تنفس شخص را مشکل و گاهی غیر ممکن میکنه، ولی خوشبختانه این گونه کهیر بسیار کمیاب. بعد عرض کنم حضورتون پیشگیری. آیا اصلا میشه پیشگیری کرد؟ ببخشید خیلی گرمه امشب، اینجا 30 درجه است. هفته گذشته اینجا 45 درجه بود. چند روز 53 نفر در استان ما از گرما مردن. بله، در اغلب موارد پیشگیری غیر ممکنه، ولی اگر بعضی عوامل باعث شروع حمله یا تشدید اون میشه، در صورت امکان بسیار مهمه که شخص اونها رو شناخته و تا حد امکان از آنها دوری کنه، مخصوصا داروهای مانند آنتی آنفلاماتوارهای غیر استروئیدی، آسپرین، کدئین، عوامل فیزیکی مثل سرما یا گرما و غذاهای آزاد کننده هیستامین. برای مشخص شدن این عوامل بهتره که تاریخ شروع حمله، ساعت و روز اون و مدتش رو نوشت و همینطور لیست غذاها و داروهایی که در 24 ساعت گذشته قبل از حمله مورد مصرف قرار گرفته ثبت بشه. اگر شخص میدونه که احتمال مبتلا شدن، یعنی که گفتم گلو رو میفشاره میشه، باید این موضوع را با پزشک خودش در میان بذاره تا پزشک در صورت لزوم یک جعبه حاوی وسایل اورژانس مثل آنتی هیستامینیک یا آدرنالین که بهش اپینفرین هم میگن رو تجویز کنه که اون رو همیشه نگهداری کنه تا در صورت لزوم از اون استفاده کرده و تورم رو به سرعت از بین ببره. درمانهای دارویی، البته این خدمت قبل از درمانهای دارویی این خدمت رو عرض کنم که وسایلی هم هست مثل قلم خودنویس که شخص میتونه تو جیبش داشته باشه و در صورت لزوم بلافاصله این رو بزنه و بزنه توی عضله رانش و خودش رو نجات بده. بله، درمان های دارویی متاسفانه امروزه، من همیشه میگم امروزه، درمان برای از بین بردن علل تولید کهیر وجود ندارد و نمیتوان آن را به کلی درمان کرد. میگم امروزه برای اینکه امروز وجود نداره، شاید 10 سال دیگه وجود داشته باشه. خب اول کهیر حاد. کهیر حاد به خودی خود در عرض چند ساعت از بین میره، ولیکن ممکنه که پزشک درمانهایی رو تجویز کنه که بیشتر برای جلوگیری از بازگشت بیماریه و عبارتند از بین بردن عامل یا عوامل تولید حمله های بیماری اگر که شناخته شدند. بعد مصرف یک داروی آنتی هیستامینیک به مدت چند روز اگر سمپتوم هایی وجود دارند. بعد کهیر معمولا همراه یا بدون تورم در صورت می باشد. کورتیکوئیدها هم ممکن است توسط پزشک تجویز بشن از راه دهان برای چند روز. کسانی که از آن برای کهیرهای مزمن استفاده نکرده اند بهتره که استفاده نکنند. برای کهیرهای مزمن ما اینجا کهیرهای حاد رو میگیم. اگر این عدم کینک وجود داشت یا تورم زبان یا سقف دهان وجود داشت، درمان باید به طور اورژانس در بیمارستان انجام بشه و شامل درمانهای زیره. این اولش ممکنه با یک خارش در گلو شروع بشه و بعد بلافاصله متورم بشه. درمانها شامل درمانهای زیره در بیمارستان: استفاده از اسپری آدرنالین یا اپینفرین. ببخشید، آدرنالین تزریقی در ورید و کورتیکوئیدها. برای کهیر مزمن، درمان کهیر مزمن اول از همه توسط آنتی هیستامینیک ها انجام میشه، آنتی اچوان ها، مثل اگه بخوایم بگم براتون بگم، یکیش هست مثلا ستیروزین، یکیش هست فکسوفنادین، دو سه دیگه هم هست که لازم نیست همه رو بگم. مدت درمان متفاوته و حداقل 2 هفته و اغلب 3 تا 6 ماه طبق تشخیص و تجویز پزشک طول میکشه. البته این مدت درمان در همه کشورها یکسان نیست. داروها معمولا به خوبی تحمل میشن ولی میتونن خواب‌آور هم باشن. بنابراین پیشنهاد میشه که شب هنگام مصرف بشه و بعد از مصرف شخص رانندگی نکنه. یک مسئله رو که اینجا میخوام خدمت رو عرض کنم، چندین بار هم قبلا گفتم، اینه که لطفاً محض رضای خدا اون بروشور دارو رو به دقت بخونید. این رو قبلا هم گفتم، بازم تکرار میکنم. دوستی میگفتش که مشکل تیرویدی داشته و بعد یک داروی مصرف میکرده، بعد از 2 روز که مصرف میکرده رو قوطیش نگاه کرده، نوشته اگه مشکل تیرویدی دارید از این دارو استفاده نکنید. و بعد مثل برق گرفته ها، برق گرفتتش و زنگ زده میپرسید حالا چه کار کنم؟ ادامه بدم، ادامه ندم؟ پس لطف کنید اون بروشور رو برای شما میذارن نه برای پزشک. توجه کنید بهش. درود بر گوش شنوا. بسیار مهمه که داروها مرتب و تا آخر طبق نسخه پزشک مصرف بشه، حتی اگر سمپتوم ها از بین رفته باشند. این هم درود بر گوش شنوا. پزشک معمولاً اثر بخشی دارو و درمان را پس از 2 هفته مطالعه میکنه و در صورت لزوم دوز دارو رو تنظیم میکنه و یا آنتی هیستامینیک دیگری رو تجویز میکنه. اگر درمان مؤثر واقع شده بود، به تدریج آن را کم کرده و پس از 3 ماه قطع میکنه. بعضی وقتا ممکنه که بیشتر از 3 ماه طول بکشه قطع دارو. پس از اینکه بهبودی مورد نظر و طولانی به دست آمد. اگر درمان با آنتی هیستامینیک مؤثر واقع نشد، پزشک داروهای دیگری را پیشنهاد و تجویز میکنه. مثلا یک دارویی از نوع اینجا بهش میگن مونتلوکاست یا داروهای نوع آنتی لوکوترین که معمولاً برای درمان آسم به کار میره. پزشک معالج همچنین جستجو میکنه که آیا یک آلرژی یا بیماری سیستماتیک وجود داره و آزمایش های لازم برای جستجوی یک بیماری عفونی، عدم تحمل دارویی یا غذایی و غیر طبیعی بودن خون و سایر مسائلی که آزمایش نشون میده وجود داره یا نه. اگر هیچ کدام از این جستجوها و درمانها اثر نکرد و اگر علت کهیر زدن مشخص نشد که زیاد دیده میشه، از داروهای دیگری مثل داپسون یا آنتی هیستامینیک های H2، اونجا H1 بود اینجا H2، ممکنه استفاده بشه که مؤثر بودن اونها هم در همه افراد یکسان نیست. رواندرمانی کهیرهای مزمن در بیشتر موارد پیامدهای مهمی در کیفیت زندگی بیمار به علت مزمن بودن بیماری و آثار آن که دیده میشن و ناراحت کننده هستند، شخص را اذیت میکنه، ناراحت میکنه. بنابراین بسیار مهمه که در صورت لزوم از روانشناسی استفاده کرد که در افراد مختلف از روش‌های مختلفی استفاده میشه، مثل روش‌های کنترل استرس مانند ریلکساسیون، مراقبه یا مدیتاسیون، آنتی دپرسورها و پسیکوتروپا. و اگر سندروم دپرسیو وجود داشت، از داروهای آنتی دپرسور. در خاتمه کهیر یک مشکل سلامتیه که زیاد دیده میشه، ولی خارش اون میتونه ناراحت کننده باشه که به راحتی با آنتی هیستامینیکا آرام میشه و سندروم هایش در عرض چند ساعت یا چند روز در بیشتر مواقع از بین میرن. اگر خارش و سندروم ها بدون دارو چند روز طول کشید و یا در صورت دیده شد، با پزشک مشورت کنید، زیرا ممکن است که احتیاج با درمان کورتیکوئیدها لازم باشه. کهیر مزمن خوشبختانه یک بیماری نادر و پیچیده است، ولی در اغلب موارد میشه سمپتومهاش رو آرام کرد. خب عرض کنیم حالا بریم سراغ طب مکمل. اکوپنکتور، فارسی بهش میگیم طب سوزنی ولی اکوپنکتور درست داره. چند مطالعه پیشنهاد میکنه که اکوپنکتور میتونه سمپتوم های کهیر مزمن را آرام کنه، ولی نتیجه این مطالعات دقیقاً معلوم نیست، زیرا مطالعات در کلینیک انجام شده و در مجلات چینی چاپ شده. در سال 2006 یک مطالعه بر روی 64 بیمار مبتلا به کهیر مزمن مقاوم نشون داد که اکوپنکتور برای آرامش سمپتوم ها و بازگشت بیماری از آنتی هیستامینیک ها موثرتر بوده. بله، عرض کنم حضورتون این قسمت از برنامه مونم تموم شد. یک ایمیلی بود که چند هفته بود هی عقب می افتاد، گمش می کردم، پیداش می کردم. این روی که از دوستان فرستاده برای اون قسمت محبت رو جهانی کنیم. داستان کوتاهیه. میگه یک شب مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دکان نجاری شد. عادت نجار این بود که موقع ترک کردن کارگاه وسایل کارش را روی میز بگذارد. آن شب نجار ارهش را روی میز گذاشته بود. همینطور که مار گشت میزد، بدنش به اره گیر کرد و کمی زخمی شد. مار خیلی عصبانی شد و برای دفاع از خود اره را گاز گرفت. این کار سبب خونریزی دور دهانش شد و او که نمیفهمید چه اتفاقی افتاده، از اینکه اره دارد به او حمله میکند و مرگش حتمی است، تصمیم گرفت برای آخرین بار از خود دفاع کرده و هرچی شدیدتر حمله کند. او بدنش را به دور اره پیچاند و هی فشار داد. صبح که نجار به کارگاه آمد، روی میز به جای اره لاشه ماری بزرگ و زخم‌آلود دید که فقط و فقط به خاطر بیفکری و خشم زیاد مرده است. ما در لحظه خشم میخواهیم به دیگران صدمه بزنیم، ولی بعد متوجه میشویم که به جز خودمان کس دیگری را نرنجانده ایم و موقع این را درک میکنیم که خیلی دیر شده. زندگی بیشتر احتیاج دارد که گذشت و چشم پوشی کنیم از اتفاقها، از آدمها، از رفتارها، از گفتارها، و به خودمان یادآوری کنیم که گذشت و باید گذشت و چشم پوشی کنیم. بله، فکر میکنم که وقتمون تقریبا به آخر رسیده. یه دوتا مطلب دیگه هم بود که بذاریمش برای هفته آینده، چون تاریخ مصرف نداره در اینجا. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میرسونیم و اگر عمری باقی بود در هفته و هفته های آینده در خدمت شما عزیزان خواهم بود. روز و روزگار به شما خوش. با درود و بدرود.